باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. مهمان ما همچنان از راه رسید، جناب استاد دولت رحمان پهلوانزاد، استاد فن بیان را به خود داریم. بیشتر صحبت خواهیم کرد. شمایی که علاقمندی به فن بیان دارید و میخواین سخنانی خوب پخته و برجسته داشته باشید، پس از یک موضوع مهمی که در سخنانی ها معمولا ایجاد میشه و در صحبت کردن گاهی شاید برای هر کدام ما پیش بیاید، شاید بر هر کس، بس اضطراب است. اضطراب و یک حالتی که ما باید چطور کنترل بکنیم و چطور به حالت توازن دوباره بر بگردیم، بحثی است که در این مورد با جناب پهلوانزاده صاحب صحبت میکنیم. وقت شما بخیر پهلوانزاده صاحب. سلام دارم به شما و همچنان سلام دارم به تمام بیننده های عزیز. امیدوار هستم که یک شام خوب و خوش داشته باشند و روز را تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشند. سپاس از حضورتان پهلوانزاده صاحب. صحبت میکنیم در مورد موضوع خیلی مهم. ما میخوایم یک سخنانی خوب داشته باشیم. بله. حالا بحث اضطراب هم قضیه مهم است. بله. میایین از شروع میکنیم که اضطراب چی است اصلا؟ بله. همه ما دوست داریم که در هر جایی که هستیم به گونه خوبش و به گونه فصیح و بلیغ بتونیم صحبت بکنیم. بله. هیچ ترسی در صدای ما، در سخنرانی ما کدام کمی و کاستی وجود نداشته باشد. اما ما زمانی میتونیم بر سخنرانی خود مسلط باشیم که در او سخنرانی ما بتونیم به گونه درست و عالی اجرایش بکنیم. یکی از موانعی که میتونه سخنرانی ما را دچار اختلال بسازه اضطراب است. بله، به چالش بکشاند. و اضطراب یک حالت روانی هست یا یک مشکلی هست که به صورت روحی در وجود ما پیدا میشه و معمولا عوامل مختلفی هستن که پیش روی اضطراب وجود دارن. و در کل اضطراب را به سه دسته تقسیم میکنیم. یکی اضطراب طبیعی هست، در البته از نگاه فن بیان و سخنرانی. یکی اضطراب طبیعی هست، اضطراب مزمن هست و نوع سومش هست که خیلی سخت و شدید میشه که افسردگی میشه. بله. در بخش سخنرانی و فن بیان، زمانی که ما با اضطراب دچار میشیم، مشکلاتی که باعث میشه که ما در جریان سخنرانی اضطراب بگیریم به خود ما عبارتند از این است که ما هرچند که اگر معلومات ما کافی باشه یا مطالعات ما در ارتباط به موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم یا میخوایم سخنرانی داشته باشیم زیاد هم باشه، ولی اگر ما آمادگی و تمرین لازم را به خاطر سخنرانی که بتونیم به گونه عالی ارائه بکنیم نکرده باشیم، در وجود ما یک نوع اضطراب به وجود میاد. این نوع اضطراب طبیعی هست، یعنی از حالتی که ما نتونستیم آمادگی بگیریم و این به وجود اومد و این خوب است که باید وجود داشته باشه. یا یعنی اینکه مثلا شما میخواین یک جایی برین، اگر شما سر وقت نرسین به اونجا اضطراب در وجودتون پیدا میشه. مثلا من آدرس اشتباه کرده بودم قبلا، ای اضطراب در وجود ما به وجود اومد، چه خصم بعد زودتر برسم به برنامه که برنامه را از دست ندم. این اضطراب طبیعی است و این باعث میشه که ما زودتر تلاش بکنیم کار را انجام بدیم. اما در سخنرانی چند تا از کلیدی‌ترین یا عمده‌ترین نکاتی که باعث میشن ما اضطراب داشته باشیم، یکی نداشتن اعتماد به نفس هست، دوم نداشتن مطالب خوب و زیبا هست که تمام مخاطبین را بتونه اقناع و ترغیب بکنن نسبت به سخنان ما، دیگه تمرین نداشتن هست، یعنی تمرین نداشته باشیم باعث میشه که ما اضطراب داشته باشیم. و در کل یک فشار فیزیکی و فیزیکی نیست، در کل یک فشار روانی هست که در اثر بعضی از مسائلی که قبلا نام گرفتیم به وجود میاد. حالا جناب پهلوانزاده صاحب، گاهی دیده باشین شاید محصلین یا کسانی که نزد شما فن بیان را میاموزن، شاید خودتان هم دیده باشین که وقتی که بر بار اول میخواین صحبت بکنن، گلونشون یک قسم عقده واری میگیره. بله. که نمیتونن درست صحبت بکنن. بله. شاید چندین بار صدا هم میکشن. بله بله. یه عاملش چی هست و چرا چنین میشه اصلا؟ ما زمانی که اکثرا دانشجویان ما که زمان میان یک سخنرانی میخواین ارائه بکنن، عوامل با وجود بروز میتن که ضعف خود را در سخنان نشان میدن. یکی از عواملش که شما اشاره کردین همین است. زمانی میخواد یک فرد صحبت بکنه، بله بله. ولی گلونش میگیره، یک نوع بغض در وجودش به وجود میاد که حتی صحبت کردن باز میمونه. صحبت کردن باز میمونه، پیش روی چشماش آب میگیره، رنگ روی سرخ میشه و حتی بعضی نکات کلیدی که پیش از اونا را فراموش میکنه. بله. این حالت طبیعی است که اگر ما تمرین کافی نداشته باشیم به وجود میاد در هنگام سخنرانی ما. اما اگر بخوایم که این چیزها را رفع بسازیم یا از این حالت نجات پیدا بکنیم، این است که چند تمرین انجام بدیم. مثلا قبل از اینکه بخوایم هر زمانی میخوایم سخنرانی بکنیم، بیایم اول متن سخنرانی خود را
آماده بسازیم. قبل از البته متن سخنرانی بعضی از کارهای دیگری هست که ما باید انجام بدیم، اطلاعات را باید جمع آوری بکنیم از منابع مختلف، البته منابع معتبر باشن، با خاطر که بتونیم ما کسایی که در سخنران ما میایم اونها را اقناع و ترغیب بکنیم. بله. زمانی که منابع را جمع آوری کنیم، چون معمولا منابع خیلی زیاد هست، در هر منبعی که شما بخواید منابع زیاد هست، بعد اونها را ما خلاصه می‌سازیم، بعد از او ترتیب می‌دهیم سخنرانی خود را منظم در مقدمه، بدنه و اختتامیه، یعنی آخر سخنرانی منظم می‌سازیم. هر زمانی که با این فرمول پیش بریم و همه چیز از قبل آماده ساخته باشیم، در جریان سخنرانی ما استراب نمی‌گیریم. بنابر این زمانی که می‌خواید صحبت بکنین، به خاطر که این مشکلات با وجود مثلا همین که شما زمانی می‌خواید صحبت بکنین در وجودتان یک نوع صدایتان پایین نشه، یا اینکه گلولوتان بند نشه و رنگ رویتان یا چهره‌تان سرخ نشه، به خاطر از این شما قبل از قبل حداقل 2 الی 3 ساعت کمترین زمانش است. ولی اگر می‌خواید واقعا یک سخنرانی فوق‌العاده ارائه بکنید، به خاطر هر سخنرانی که 1 ساعت دوام بکنه، حداقل باید 9 ساعت تمرین وجود داشته باشه تا اینکه بتونیم یک سخنرانی خوب داشته باشیم. و این بستگی به این داره که شما برای چی کسی سخنرانی می‌کنید. مخاطبانتون رو بشناسید که مثلا در کدامشون هستن، شغلشون چی هست، از شما چی می‌خوان، اون زمان می‌تونه که یک سخنرانی عالی و فوق‌العاده داشته باشین و بدون استراب باشه. و هر زمانی که میتونین، بخاطر اینکه بتونین این تمرین انجام بدین، پیش روی آینه برین و اونجا از صحبت بکنین، ببین مثلا کدام حرکات خودتان، یا خودتان اگه هر زمانی که سخنرانی خودتان خودتون راضی نباشین، دیگران هم از سخنرانی راضی نیستن. بر همین دلیل اگه شما بتونین پیش روی آینه تمرین بکنین، کم کم این تمرین رو ببرین، از حالا هر کس یک تلفن دستش داره و میتونه سخنرانی خودش رو فیلم برداری بکنه، اون رو نگاه بکنه و اون رو اصلاح بسازه. مثلا ببینه که حرکات دستش اشتباه هست، حرکات چهرهش اشتباه هست، یا در کجا کدام قسمت از سخنرانی خودش مکس میکنه و اونا خلاها هستن که در سخنرانی با وجود میاد. اگر ما خلا داشته باشیم در جریان سخنرانی، نشان دهنده از استراب ما است و استراب عوامل مختلفی که داره که ما قبلا هم نام گرفتیم. حالا جناب تعالی منظر صاحب، پس بیاین از این بر ما بگوین که با چند راهکار ساده چطور میتونیم که کنترل کنیم این استراب را؟ بله، اگر ما از نگاه فن بیان به پدیده استراب نگاه بکنم، اولین نکته ای که ما میتونیم بر استراب خود غلبه بکنیم این هست که ما اعتماد به نفس را در وجود ما تقویه بکنیم. بله، هر زمانی که ما اعتماد به نفس داشته باشیم، باور داشته باشیم که ما یک فرد توانمند هستیم، باور داشته باشیم که ما میتونیم یک کار به صورت درستش انجام بدیم، در این زمان ما میتونیم در همون کار موفق بشیم. اولین راهکار این هست که ما اعتماد به نفس داشته باشیم. دومین راهی که به خاطر بتونیم استراب خود را در سخنرانی کنترل بکنیم، باید در ابتدا روی موضوعی که قرار است انتخاب بکنیم یا قرار است صحبت بکنیم، مطالعه کافی و تمرین کافی داشته باشیم. قبل از انجام سخنرانی باید ما خواب کافی داشته باشیم. هر زمانی که چون یکی از مشکلاتی که باعث میشه استراب در وجود ما به همین کم خوابی هست. سومین نکته این هست که ما خواب کافی داشته باشیم. بله. چهارمین نکته، به خاطری که بتانیم بر استراب خود غلبه بکنیم، این هست که ما باید ورزش سالم داشته باشیم. یعنی در طول روز یک زمان مشخص را به خاطر تمرین کردن اختصاص بدیم و در همون زمان همه روزه تمرین بکنیم. حالا ورزش به خاطر آرامش ذهن است جناب؟ بله، یعنی ورزش زمانی که میگه عقل سلیم در بدن سالم هست. هر زمانی که ما ورزش داشته باشیم و از لحاظ روحی میتونه خیلی برای ما مفید باشه و باعث بشه که ما استراب کمتر داشته باشیم. بله، و ورزش میتونه که خوبتر و بهتر باشه. این نکته چهارم. و پنجم، یکی از مهمترین و اساسی ترین نکته هایی که تمام متخصصین در این بخش، هم روانشناس ها و هم کسایی که در بخش های مختلف کار میکنن، روی استراب خندیدن هست. شما میتونید که با 1-15 دقیقه خندیدن 2 ساعت از کمخوابی خودتون رفع بسازین. شما میتونید با نگاه کردن به ویدیوهای خنده دار، با یا اینکه شما خودتان باشین و خنده بکنین، البته پیش خودتان خنده بکنین، در جایی نباشه که همه باشن، چون زمان فکر میگه شما بالا استیج اگر کسی خنده بکنه، برای برای استیج باشین یا یک محل رسمی باشه، در اونجا خنده نکنین، چون براتون مشکل جور میشه. جایی که تنها هستین میتونید در اونجا خنده بکنین پیش خودتان. این یک نوع انگیزه برای خودتان میتن. نکته ششم که بتونیم استراب خود را در طول روز کنترل بکنیم این هست که از عبارات و کلمات مثبت استفاده بکنیم. من توانمند هستم، من موفق هستم، من سلامت هستم. این کلمات به مرور زمان، به هر اندازه‌ای که در ذهن ما تمرین بشه، به هر اندازه‌ای که بتونیم
از این کلمات به شکل روزانه استفاده بکنیم، به ما اندازه انرژی ما، قدرت ما و عملکرد ما بالاتر هست. نکته هفتم که ما میتونیم استراب خود را کنترل بکنیم این هست که ما قبل از این که روز خود را شروع کنیم یک برنامه ریزی منظم داشته باشیم. مثلا صبح از خواب بیدار میشین، چه کار قبل از اینکه نان صبح را بخورین چه کار باید انجام بدین، بعدا شما چی مسائل دارین، تمام کارهایی که در طول روز انجام میتیم را نکته به نکته همیشه یادداشت میکنیم و زمانی که از قبل معلوم باشه که ما چه کار میتونیم انجام بدیم یا چه کارهای پیش رو داریم، این یک نوع انرژی میده که ما همون کار را در زمان مشخص با قدرت بهتر و یک عملکرد خوبتر انجام بدیم. این هفت تا راهکاری است که میتونیم بر استراب در وجود خودمون غلبه بکنیم و کنترلش بکنیم. پس بیاین از این هم صحبت بکنیم جلوی پهلوان زر صاحبی که ما چطور میتونیم یک سخنرانی خوب داشته باشیم. بله. بدون عیب، بدون نقص. یکی از دغدغه های همه ما انسان ها این هست که ما بتونیم در یک جمعی که قرار است صحبت بکنیم در اون جمع به گونه خوب و زیبا صحبت بکنیم. حالا تمام لب لباب فن بیان هم در این خلاصه میشه. در همین کلمه خلاصه میشه. به خاطر که بتونیم یک سخنرانی عالی داشته باشیم، یکی از مهمترین اصول این هست که تمرین خودی داشته باشیم، خود ما تمرین بکنیم. و این نکته را قبلا هم اشاره داشتیم، تمرین به چند طریق میتونه باشه. این که تمرین شما این است که شاید شما خیلی زبان فصیح داشته باشین ولی نتونین که یا جرأت نداشته باشین که پیش چند نفر صحبت بکنین، در حالی که زبانتون فصیح است ولی این جرأت را ندارید. بله بله. اولین نکته ای هست که زمان شما تمرین میکنین میتونین که خوبتر و بهتر داشته باشین. دوم، در هر زمانی که میخواین سخنرانی بکنین روی همون موضوع قبل از قبل باید آمادگی لازم داشته باشین. مطالعه. بله. از منابع مختلف اطلاعاتتون را جمع آوری بکنین، مخاطبینتون را بشناسین برای چی کسی میخواین صحبت بکنین. یک سوال جالب میخوام پرسان بکنم جناب پرامزر صاحب، تأثیر حرکات دست بر فن بیان چه است؟ یعنی میتونه مثبت باشه یا هم درست است یا نیست؟ بحثی که مثلا شما در زمان سخنرانی از حرکات استفاده میگید به نام زبان بدن یاد میشه، یکی از بحث‌های اساسی است که در سخنرانی و فن بیان ای آموزش داده میشه. یک جالب است که یک تحقیقی که صورت گرفته در دانشگاه هاروارد روی زبان بدن، در اینجا تمام نکاتی که در یک سخنرانی مهم هست را اینا جمع‌آوری کردن و از جمله یک سوالی که خیلی مهم بود این بود که چقدر اطلاعات از طریق زبان بدن شما به مخاطبینتون انتقال می‌کنه. اینجا 56% از پاسخ دهندگان گفتن که زبان بدن میتونه خیلی موثر در انتقال مفاهیم برای ما باشه، هرچند که مسئله زبان بدن در کشور عزیز ما کمتر مورد توجه قرار میگیره که کسایی که میتونن سخنرانی بکنن اینها کمتر از زبان بدنشون استفاده میکنن، ولی در کشورهای بیرونی یا سخنرانی هایی که در بیرون انجام میشن معمولا اگه شما یا هم سیاستمدارا و هم کسایی که در سخنرانی انگلیسی هستن اینها صحبت میکنن، از زبان بدن خودشان فوق العاده استفاده میکنن. مثلا شما زمانی میخواین در ارتباط به یک موضوع احساسی صحبت بکنید، در این زمان اگر شما فرض کنید روی یک موضوعی صحبت میکنید که غمگین است، یعنی یک موضوعی باشه که فرض کنید جنگ، شما در ارتباط به جنگ صحبت میکنید ولی ببین چهرهتون خندان باشه، خب این خیلی تاثیرگذار بالای کسی که شما رو نگاه میکنه. خب شما چه قسم زمانی میان از غم مردم صحبت میکنید ولی لبخند بر لبانتون است، یا یک موضوع احساسی هست شما هیچ احساسی که در ارتباط به اون موضوع هست در چهرهتون نمایان نیست، در این زمان هم خشک میباشه، آه خیلی خشک میباشه و از خندانتون این است که شما هیچ دو جوی که باید باشین نیستین، هیچ حالت احساسی که باید داشته باشین در اون زمان را شما ندارین. بنابراین بحث زبان بدن یا بادی لنگویج خیلی یک بحث مهم هست در سخنرانی و فن بیان و میتونه خیلی مؤثر باشه. هر کسی که بتونه، البته کسایی که میتونن از زبان بدنشون به گونه عالی استفاده بکنن، نه اینکه شما موضوعتون ربط نداشته باشه، فرض کنید این حرکت دست ما با موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم هیچ ربط نداشته باشه، این زمان باز هم مخاطبین ما دچار اشتباه میشن. بنابراین هر حرکتی که در سخنرانی انجام میدیم یا هر حالتی که چهره ما به خود میگیره یک نوع مفهوم و یک معنا را به خودش انتقال میده.
این چیزا رو میتونید شما همین در ایموجی هایی که در فضای مجازی در فیسبوک بله هم که میبینید هر کدومش یک معنای خاص خود را داره، حالات چهره ایتان که میتونید ببینید شما اونجا که تظاهر بکنید که در کدام حالت قرار داره. بله شما کار انجام نباید بتین که فرض کنین در فرهنگ ما پذیرفته شدن نباشه، یا اینکه در فرهنگ خارجی شما در یک تلویزیون خارجی یا در یک محفل یا یک سخنرانی در خارج صحبت بکنین، یک عملی را انجام بتین که خلاف ارزش های از اونها باشه. بله. البته سرقه زبان بدن باشه، این میتونه که براتون مفید نباشه، ولی اگر بتونین که زبان بدنتون را علمی‌تر و تخصص‌تر بتونین استفاده بکنین، در اون زمان میتونه براتون مفید باشه و همچنان باعث زیبایی برنامه ایتان بشه. خیلی سپاس جناب پهلوان زرسه. اگر نکته را من پرسان نکرده باشم مهم بوده و باقی مانده مشنه. ما یک چیزی که میخوایم برای همه جوان ها یک به شکل پیام میخوایم برای کل جوان ها بگویم، همه ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم و نیاز داریم که به گونه خوب صحبت بکنیم. بله. زندگی نیاز به برقرار ارتباط داره، همه ما انسان ها به یکدیگر نیاز داریم و زمانی یک نیاز ما خوبتر و بهتر رفت میشه که بتانیم به گونه عالی تر، خوبتر و زیباتر ارتباط برقرار بکنیم. تمام پدر مادرهای عزیزی که ما را میبینن، شما زمانی که میخواین فرزندتان را تربیت بکنین، هر زمانی که میخواین با اونا حرف بزنین، اگر شما بتانید که با یک سخن زیباتر، با یک نوع صحبتی که سالمتر هست با فرزندتان صحبت بکنید، نوع صحبتتان میتونه بالای شخصیت فرزندتان تاثیرگذار باشه. بنابراین اهمیت فن بیان در زندگی خیلی مهم هست، چون تمام ما از این خواب که بیدار میشیم تا پس دوباره به خواب میریم ما صحبت میکنیم، در حال ارتباط برقرار کردن هستیم. بله. و یکی از این ارتباط ها همین حرف زدن یا سخن گفتن هست. اگر ما دوچار اخلال باشیم در صحبت کردن ما، ارتباط ما برهم. خیلی سپاس. خیلی سپاس جناب استاد دولت رحمان پهلوان زاده استاد فن بیان، سپاس از حضورتان جناب استاد. ممنون شما، تشکر و سلامت. خیلی سپاس. تشکر. خب بینندگان عزیز، میان برنامه مختصر داریم، زود برمیگردیم. مصر هلال ادامه داره.